اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن وأهلك أعداءهم وقتلتهم والظالمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. در آستانه ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی و ماه بندگی، روز گذشته مرجعیت محترم شیعه حضرت الله سید صادق حسینی شیرازی سخنرانی خودشون رو در جمع مبلغان دینی و حوزوی ایراد فرمودند. همچون سایر سخنرانی ها و ملاقات ها و جلسات علمیشون که هر روزه از 5 شبکه مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام پخش میشه، این سخنرانی مهم هم که از ده‌ها شبکه شیعی در جهان پخش شد به جمیع مخاطبین در سراسر جهان از طریق مجموعه که اهتمام داره به حمد الله سخنان مرجعیت رو به گوش شیعیان برسونه انجام شد و امروز هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با تحلیل صحبت‌های مهم این مرجع محترم، مرجعی که هر روزه حتی روزهای جمعه با نشست‌های علمی خودشون در شهر مقدس قم با ایراد سخنرانی و بیان مسائل فقهی و اعتقادی روشنگری فرموده و بر اساس اسلام ناب محمدی مبتنی بر قرآن و تعالیم اهل البیت علیهم السلام به جهاد علمی پرداختند. مرجع محترمی که در مهمترین مناسبت‌های سال همچون ماه مبارک رمضان، عاشورای حسینی و اربعین حسینی، ضمن تأکید بر احیای شعائر مقدس حسینی همواره تلاش دارند تا شیعیان رو با معارف اهل البیت علیهم السلام بیشتر و بیشتر آشنا کنند تا انشالله زمینه و مقدمه باشه برای ظهور وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام. انشالله در خدمت کارشناس محترم برنامه حاج آقای بهرمند خواهیم بود مثل هر روز بعد از حدیثی که تقدیم شما خواهیم کرد. سلام علیکم و رحمت الله حاجی بهرمند. سلام و رحمت الله. امروز هم افتخار دارم در خدمت شما باشم و با توجه به سخنرانی مهمی که روز گذشته مرجعیت محترم داشتن در خصوص اهمیت ماه مبارک رمضان و تکالیف و واجباتی که در این ماه محترم و مبارک نسبت به اون بایستی اهتمام داشته باشیم، در خدمت شما باشیم. گلچینی بفرمایید از صحبت‌های محترم مرجعیت و تحلیل خودتون رو انشالله بشنویم. در خدمتون هست. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه. ضمن سلام و عرض ادب خدمت همه بینندگان محترم و عزیز، عرض کنم حضرت آیت الله شیرازی طبق هر سال قبل از ماه مبارک رمضان صحبتی برای مبلغین اسلامی می‌فرمایند. در شب گذشته که سخنرانی ایشان پخش شد مطالب حائز اهمیتی بیان فرمودند. اولا در اهمیت ماه مبارک
رمضان که تعبیر بسیار جالبی داشتند. فرمودن ماه مبارک رمضان دریای جوشانی است که خدای عز و جل برای رحمت و برای برکت قرار داده است. من همین فعلا همین جمله حضرت آقا را توضیح میدم که ماه مبارک، ماه رمضان، این دریای جوشان رحمته، دریای جوشان برکته. این کلام گرفته شده از فرمایشات معصومین علیهم السلام. وقتی به روایات معصومین سلام الله علیهم اجمعین مراجعه کنیم میبینیم بسیار بسیار دارای اهمیت است ماه مبارک رمضان. از جمله روایت شریفی است از محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که میفرمایند شهر رمضان شهر الله، ماه مبارک رمضان ماه الله، ماه خدای تبارک و تعالی، منسوب به خدای عز و جل. شهر یضاعف فیه الحسنات، ماهیه که در این ماه حسنات انسان، کارهای نیک و کارهای مثبت و ارزشمندی که هر انسان با ایمانی درش انجام بدهد اون کار مضاعف میشه، ثوابش دو چندان و چند برابر خواهد بود. و یمحو فیه السیئات، ماه مبارک ماهیه که خدای عز و جل گناهان، سیئات و لغزش ها را درش محو میکند. و هو شهر البرکه، ماه برکت است. همینطوری که آیت الله شیرازی فرمودن، ایشون با استناد به چنین روایاتی فرمودن ماه رحمت و ماه برکت. برکت یعنی خیر فراوان بی حساب که در این ماه مبارک از طرف خدای عز و جل به سوی بندگانش نازل می شود. شهر البرکه. می فرماید ان ابواب السماء، پیغمبر اکرم می فرماید ان ابواب السماء تفتح فی اول لیله من شهر رمضان، درهای آسمان از اول شب ماه مبارک رمضان به روی بندگان خدا گشوده می شود. ماهی که درهای آسمان به سوی بندگان خدا بازه. ولا تغلق الى آخر لیلت من، همینطور این درهای رحمت آسمانی به روی بندگان خدا باز بسته نمی شود تا شب آخر ماه مبارک رمضان. در روایت دیگری آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان السنه، اگر بندگان خدا می دونستن که ماه مبارک رمضان چقدر دارای رحمته، چقدر دارای برکته و چقدر لطف خدای عز و جل شامل حال بندگانش می شود، اگر این را می دانستن دوست خواهند داشت، آرزو می کردن که ای کاش تمام دوره سال ماه مبارک رمضان باشه و هیچ وقت این ماه مبارک رمضان تموم نشه. اگر می دانستن اون خیر و برکت و رحمت فراوانی که در این ماه مبارکه. در ادامه روایات معصومین آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرمایند محضر رسول الله بودیم،
در خطبه آخر ماه مبارک ماه مکرم شعبان پیغمبر اکرم چنین فرمودند در عظمت ماه مبارک، فرمودند ایها الناس مردم، انه قد اقبل الیکم شهر الله، ماه الله، ماه خدای عز و جل، شهر الله به سوی شما روی آورده. اما دست خالی نیامده این شهر الله به سوی شما. اقبل الیکم شهر الله بالبرکه، این همراه با برکت. این بای بالبرکه میتوند به معنای مع باشه، یعنی همراه با برکت. برکت معنا کردیم یعنی خیر بسیار، خیر بی حساب. بالبرکتی و رحمه، همراه با رحمت. رحمت یعنی جبران کردن کمبودها و جبران کردن نواقص. رحمت شامل حال بندگان خدا می شود، بالخصوص در ماه مبارک رمضان. خدا همیشه رحمانه، خدا همیشه رحیمه، اما در ماه مبارک رمضان یک رحمت ویژه و یک رحمت خاصی از سوی خدای عز و جل که این شامل حال بندگان می شود. و المغفره، ماه مغفرته، همراه با مغفرت این ماه به روی بندگان خدا روی می آورد و بدی ها و زشتی هایی که انسان در طول یک سال انجام داده است به برکت این ماه اون زشتی ها پوشیده می شد، پنهان می شد، مورد مغفرت خدای عز و جل قرار می گیرد. شهرون عند الله افضل الشهور، در بین 12 ماه بهترین با فضیلت ترین همه ماه های سال ماه مبارک رمضانه. خب ماه مبارک رمضان روز دارد، شب دارد، ساعت دارد، همچون ماه های دیگر. اما می فرماید ایامه افضل الایام، روزهای ماه مبارک رمضان بهترین روزهاست. شبهای ماه مبارک رمضان و لیالیه افضل اللیالی، شبهای ماه مبارک رمضان بهترین شبهای سال است. اینها را روایات ما می فرماد تا ما متوجه اهمیت ماه مبارک رمضان بشیم، که حضرت آیت الله شیرازی به این مسائل تأکید کردن و این استنباط ایشون و برداشت ایشون از کلمات نورانی معصومین علیهم السلام. ساعاته افضل الساعات، ساعاتی که در ماه مبارک رمضان نسبت به کل ساعات سال بهترین ساعات است. ساعت به ساعتش باید مورد توجه قرار بگیرد. جعلتم فیه من اهل کرامت الله، خدای عز و جل شما را قرار داده است در ماه مبارک جزء اهل کرامت الهی، یعنی کرامت الهی شامل حال بندگان می شود به واسطه ماه مبارک رمضان. انفاسکم فیه تسبیح، نفس هایی که می کشید شما در ماه مبارک رمضان ذکر تسبیح برای شما نوشته می شود. نفس نفس کشیدن این تسبیح است، به منزله گفتن سبحان الله سبحان الله سبحان الله است. نومکم فیه عباده، خواب شما در ماه مبارک رمضان این عبادت و بندگی خدای تبارک و تعالی حساب می شود. در ماهای دیگر اینطور نیست، در ماهای دیگر باید انسان عبادت بکنه، ولی در ماه مبارک رمضان خواب انسان هم ثواب عبادت و ثواب بندگی خدا را دارد. عملکم فیه مقبول،
عمل شما در ماه مبارک رمضان مورد قبولی از طرف خدای عز و جل قرار میگیره و دعاؤکم فیه مستجاب، دعای شما در ماه مبارک رمضان مستجابه و موانع استجابت دعا در ماه مبارک رمضان برطرف می شود. بنابراین حضرت آیت الله شیرازی با استناد از این فرمایش معصوم علیه السلام می فرماید این ماه مبارک ماهی است که دریای جوشانیه که خدای عز و جل آن را برای رحمت الهی و برای برکت الهی قرار داده. در ادامه اشاره می کنن به این فرموده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که آقا رسول الله فرمودن دعیتم فیه الى ضیافت الله، ماه مبارک رمضان شما اهل ایمان دعوت شدید به سوی ضیافت الله، همه شما مهمان خدای عز و جل هستید. ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خدای تبارک و تعالی است. اینجا باید توجه داشته باشیم و عنایتی داشته باشیم نسبت به اهمیت مهمان در اسلام. مهمان در اسلام چقدر حائز اهمیت، این را باید متوجه بشیم. و وقتی بفرمایید آقا رسول الله که شما دعوت شدید به ماه مهمانی، وقت باید دید که خدای عز و جل چه لطفی نسبت به مهمانهای خودش خواهد داشت. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یک حدیثی می فرماید کل بیت لا یدخل فیه الضیف لا یدخله الملائکه، خانه ای که درش ضیف یعنی مهمان، خانه ای که درش مهمان وارد نشود در اون خانه ملائکه داخل نمی شود. یعنی ورود مهمان در خانه ای همراه خواهد بود با ورود ملائکه الهی. بنابراین خدای عزوجل در ماه مبارک رمضان این سفره مهمانی را گسترده است، یعنی ماه نزول ملائکه الهی است. در روایت دیگری می فرماید لا یضیف الضیف الا مؤمن. اصلا نشانه ایمان، ایمان یک نوریه که در قلب انسان وجود داره. علامت و نشانه ایمان چیه؟ اینه که انسان از مهمان پذیرایی کنه. لا یضیف الضیف از مهمان پذیرایی نمی کند مگر شخص انسان با ایمان. و خداوند وقتی ما را دعوت کرده است به مهمانی، آیا میشد ما را دعوت کند به مهمانی و از ما پذیرایی نکند؟ حضرت آیت الله شیرازی در سخنانشون اشاره کردن به این دعایی که از معصوم علیه السلام به ما رسیده که فرموده، معصوم فرموده و قد اوجبت لكل ضيف قرا وانا ضيفك. در مقام مناجات و گفتگوی با خدای عز و جل معصوم عرض می کند بار پروردگارا واجب کردی، لازم کردی برای هر مهمانی یک سفره پذیرایی. مهمان حق پذیرایی داره، باید از مهمان پذیرایی کرد. و انا ضیفک، من هم ضیف تو هستم، مهمان تو هستم. بنابراین ماه مبارک رمضان ماه سفره الهی است، سفره معنوی و مادی خدای تبارک و تعالی. همه ما به این سفره دعوت شدیم و شخص خدای عز و جل از مهمانهای خودش بناست پذیرایی کنه. در روایت دیگری می فرماید اذا جاءک ضیف
هرگاه مهمانی وارد خانه تو شد، فعلم ان الله قد من علیک، بدان که خدای عزوجل بر تو منت نهاده است که مهمانی وارد خانه تو شده است. چرا؟ اذ بعثه الیک لیغفر لک ذنبک، چون خدای عزوجل خداوند این مهمان را برای تو فرستاده است تا به واسطه ورود مهمان در خانه تو خدای عزوجل گناهانت را ببخشه. لذا روایات ما می‌فرماید با ورود مهمان خیر و برکت وارد می شود و وقتی خارج می شود مهمان از خانه، بدیها و زشتیها و تاریکیها و گناهان را با خودش بیرون می برد و خانه و اهل خانه با برکت می شوند به واسطه مهمان. پس اینقدر مهمان و پذیرایی از مهمان در اسلام دارای اهمیت. پیغمبر اکرم فرمودند دعیتم فیه الى ضیافت الله، ماه مبارک رمضان ماهی است که همه شما دعوت شده اید به مهمانی خدای تبارک و تعالی، و حضرت آیت الله شیرازی به این فرمایش معصوم نظر دارند. یا در حدیث دیگری می‌فرماید من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، نشانه ایمان به خدای عزوجل و نشانه ایمان به روز قیامت، فلیکرم ضیفه، باید مهمان را اکرام کرد، مهمان را بهش احترام گذاشت، باید در شأن مهمان پذیرایی لایق مهمان انجام داد. پس این هم نکته دومیه که در فرمایش حضرت آیت الله شیرازی وجود داره. سومین مطلبی که ایشون داشتن فرمودن باید قدر این ماه عظیم را باید دانست، فرمودن باید درش تأمل کرد و فرصت به وجود آمده را نباید از دست داد، که این فرصت یک فرصت استثنایی است. این فرموده آیت الله شیرازی باز مستند به روایات فراوانی که از معصومین علیهم السلام به دست ما رسیده، از جمله فرمایش نورانی آقا امیر المؤمنین علیه السلام که فرمودن بادر الفرصه قبل ان تکون غصه، مبادرت کن به فرصت، یعنی فرصت را از دست نده، این فرصتی که برای تو به وجود آمده همیشه به وجود نمیاد، مبادرت کن، سبقت بگیر در اهمیت دادن به فرصت قبل از اینکه از چنگت بیرون بره و تبدیل بشه به غصه. یا در روایت دیگری میفرماید اشد الغصص فوت الفرص، شدیدترین غصه هایی که انسان خواهد خورد اینه که فرصت ها را از دست بده. ماه مبارک رمضان روزهایش فرصت است، شبهای آن فرصت است، ساعات آن فرصت است، باید این فرصت ها را غنیمت شمرد و را از دست نداد. و آیت الله شیرازی فرمودن قدر این فرصت ها را باید دانست، کما اینکه مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید اغتنم الفرص، فرصت ها را غنیمت بشمارید، از دست ندید فرصت ها را. چرا؟ فانها تمر مر السحاب، چون فرصت های استثنایی که برای شما به وجود میاد اینها میگذرد همچون گذشتن ابر بهاری. بنابراین این سه نکته را در ابتدای سخنرانی حضرت آیت الله شیرازی میشد ازش برداشت کرد، یکی اهمیت ماه مبارک رمضان، یکی این ماه ماه ضیافت الله هست، همه بندگان خدا مهمان خدای عز و جل، و خدای عز و جل بناست
از مهمانهای خودش پذیرایی کنه و سوم باید ما بندگان خدا قدر این ماه عظیم و این ماه بزرگ را باید قدرش را بدانیم و مبادا ماه مبارک رمضان از چنگ انسان بره و اون استفاده لازم را ازش نکنه. حالا چه استفاده هایی باید از ماه مبارک رمضان داشته باشیم؟ این در ادامه سخنرانی حضرت آیت الله شیرازی است که انشاءالله میگذاریمش برای جلسه آینده. انشاءالله. بسیار ممنون و متشکرم. انشاءالله خداوند توفیق بده ما هم مهمانان خوبی برای این میزبان کریم در این ماه عظیم و شأن باشیم. میان برنامه رو تقدیم شما عزیزان و سروران میکنیم و انشاءالله به استودیو برمیگردیم و پاسخگوی سوالاتتون خواهیم بود. با ما همراه باشید. عرض سلام و ادب مجدد خدمت همه شما عزیزان و همراهان حسینی. اولین سوالی که بینندگان محترم مطرح کردن هست که آیا خرگوش حلال گوشت است؟ خرگوش خیر، اگرچه نجس العین نیست، مثل سگ و خوک نیست، اما حرام گوشته و خوردن آن جایز نیست. حالا اهل تسنن البته اون را حلال میدونن، این از باب اینکه اصلا دین را اونها تغییر دادن، حلال خدا را حرام کردن و حرام خدا را هم حلال کردن. اما از نظر مکتب اهل البیت علیه السلام خرگوش حرام گوشت است و خوردن آن جایز نیست. سوال دیگر این هست که حکم بیضه گوسفند چنانچه پخته شود چیست؟ این بیضه گوسفند، تخم گوسفند، این حرام گوشت، چند چیزی که مربوط به گوسفنده، این حرام گوشت از جمله همین بیضه گوسفند. بنابراین با پختن هم پاک نمیشه، خوردنش حرامه و جایز نیست و هیچ وقت هم به عنوان دارو نباید استفاده بشه، چون خدای عزوجل در حرام شفا را قرار نداده. سوال دیگر این هست که آیا در هنگام روزه از رژ لب یا از کرم مرطوب برای لب ها می توان استفاده کرد؟ اشکالی ندارد، یعنی برای روزه دار این اشکال ندارد و از مبتلات روزه حساب نمی شد، روزه انسان را باطل نمی کند. اما باید توجه داشته باشیم این مانع وضو گرفتنه، اگر چون جرم داره، حجب داره، این برای وضوع ضرر میزنه، اما برای روزه نه.
ضرر به روزه انسان نمیزنه. بله، پرسیدن که ربا یعنی چه و حکم آن چیست؟ عذرخواهی میکنم، ریا یعنی چه و حکم آن چیست؟ ریا یعنی انسان عملی را نشان دیگران بده و عمل را برای رضای دیگران انجام بده، نه اینکه برای رضای خدای عزوجل. خداوند از ما عمل خالص میخواد، نه عمل ریایی. عمل ریایی که قرآن کریم میفرماید یراؤون الناس، یعنی عمل را میارن که ناس و مردم ببینن و خوشایند مردم باشه، نه مورد رضای خدای عزوجل باشه. اگر عمل ریایی شد، عمل باطله. حالا تمام عمل را انسان اگر برای ریا انجام بده، به قصد ریا انجام بده، یعنی به قصد نشون دادن به مردم نشان بده، این باطله. حتی اگر بخشی از عمل را برای نشون دادن به مردم انجام بده، باز اون عمل باطله. اگر اون بخش عمل مستحب باشه، مثلا نماز یه اجزاء واجبی دارد مثل رکوع و سجود، یه اجزایی دارد مستحب مثل قنوت، حتی اگر جزء مستحبی نماز را مثلا اگر کسی برای رضای مردم، برای خوشنودی مردم انجام بده، این عمل او کلن عمل او باطل. روز قیامت به شخص ریاکار گفته می شود برو ثواب عملت رو از کسانی بگیر که عملت رو برای اونها نشان دادی و به خاطر اونها انجام دادی. خداوند از ما عمل خالص می خواد. بله، پرسیده شده که آیا موی سر را هنگام غسل بایستی با صابون و شامپو شستشو داد؟ نه، این کار ضرورت نداره. اون چه که حائز اهمیت و اون چه که مهمه در مسئله غسل اینه که مانعی در بدن نباشه برای رسیدن آب، و آب غسل باید به تمام بدن برسه. بنابراین انسان قبل از غسل باید چکار کنه؟ باید وارسی کند بدن خودش را. اگر مانع هست، اون مانع را برطرف بکنه. بله، پرسیدن که آیا با استیل میتوان سر گوسفند را برید؟ برای سر بریدن حیوان و برای اینکه این حیوان با سر بریدن حلال بشه، چند تا شرط براش هست. اولا باید اون ذابح، اونی که ذبح میکنه، اون شخصی که سر حیوان را جدا میکنه، اولا باید او مسلمان باشه. فرق نمی کند مرد باشد یا زن، باید مسلمان باشه. حیوان باید رو به قبله باشد، اون حیوان، سر حیوان، دست و پای حیوان، شکم حیوان باید به طرف قبله باشه. دیگر از شرایطش اینه که چهار رگ او باید بریده بشه. از شرایط دیگرش این است که بعد از بریدن این حیوان حرکت بکنه، و از جمله شرایط اینه که این حیوان را با آهن، سر این حیوان را با آهن باید جدا کرد. حضرت آیت الله شیرازی در مورد استیل فرمودن اشکالی نداره. استیل هم میتونه وسیله باشد برای ذبح حیوان. البته دیگران نظر ندارن. حضرت آیت الله سیستانی میفرمایند بنابر احتیاط واجب با استیل سر بریده نشد این حیوان، ولی آیت الله شیرازی میفرمایند با استیل اشکالی ندارد، کار آهن را میکنه. بله، پرسیدند که چه چیزهایی باعث باطل شدن روزه نمیشود؟ مکرر این سوال رو میکنن. از جمله چیزهایی که ضرر به روزه نمیزنه، آمپولی که انسان تزریق میکنه. اون تا آمپول ها دو قسمه، یا آمپولی هست غیر خوراکی، بعضی آمپول ها مثل سروم ها اینا خوراکی هستن. در مورد آمپول های خوراکی
حضرت آیت الله شیرازی میفرمایند مستحب که تسریق نشه هنگامی که انسان روزه داره، اما آمپولهای غیر خوراکی اشکالی ندارد. در مورد خوراکی میفرمایند مستحب که انسان این کار انجام نده مادامی که روزه داره. ولی آیت الله سیستانی فرمودند هیچ کدوم اینها اشکالی ندارد، هم آمپول خوراکی و هم آمپول غیر خوراکی. بله، و پرسیدن که آیا تارک السلات میتواند توبه کند؟ بله، توبه همیشه دروازه توبه به روی بندگان خدا بازه. تارک السلات هم میتوند توبه کنه، نادم بشه، پشیمون بشه و نمازهایی که نخونده اون نمازها رو باید تکرار کنه، یعنی نمازها رو باید بخونه. هر مقداری که احتمال میدهد که نخونده اونها رو باید به جا بیاره. بله، بسیار ممنون و متشکرم از توضیحات شما و پاسخهاتون. امیدوارم شما عزیزان هم از این سوالات و اطلاعاتی که در اختیارتون قرار داده شد در این روز استفاده لازم رو برده باشید. التماس دعا داریم. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر یا علی مدد.